أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. خلاصه مطالب این شد که اگر در بعضی از ادعیه مثل دعای نده و مانند آن آمده عرشت بهی درست است، عرشت به روحی درست است، چون عبد مجموعه بدن و روح است. در سوره مبارکه علق به این صورت آمده است: ارأیت الذی ینها عبدا اذا اصغلا. این عبد مجموعه روح و بدن است، چون که در سوره مبارکه ته یا سایر دوبار این تعبیر آمده است: الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، که مجموع روح و بدن. این مطلب اول. و وجود مبارک حضرت هم در این سفر دارای شؤون ششگانه بود، یعنی بدن داشت با همه مجاری ادراکی و تحریکی بدن، تمثلات برزخی داشت دو، ادراکات عقلی داشت سه، شهودها و کشفهای قلبی داشت چهار، قرب نوافل داشت پنج، قرب فرائض داشت شش. این شؤون ششگانه تجهیزات سفر اون حضرت سلام الله علیه بوده. هر کاری را که انجام میداد با شأن مناسب با اون کار انجام میداد. مثل که ما الان چه که نشستیم، هم زمان داریم، هم مکان داریم، بدن داریم، چشم و گوش داریم. کارهای مربوط به بدن را با چشم و گوش و مظاهر بدن انجام میدیم. کارهای مربوط به عقل را دیگه با بدن انجام نمیدیم، با عقل انجام میدیم. الفاظی که میگیم، الفاظی که میشنویم، اشخاصی که میبینیم، اشخاصی که ما را میبینن، آهنگهایی که ایجاد میکنیم، آهنگهایی که میشنویم، صوری که میبینیم، همه اینها با بدن و مجاری بدنی است. اما اون مطالب عمیق علمی که ادراک میکنیم اون دیگه مربوط به بدن نیست. نه اینکه ما بدن نداریم، در حالی که بدن داریم خدا رو با عقل درک میکنیم نه با بدن. خود ظواهر کتاب و سنت اینا رو ثابت میکند دیگر. میفرماد که ما کذب الفؤاد ما رأی، یه رؤیت رو به فؤاد اسناد میده، یه رؤیت رو به چشم اسناد میده. هم خب منتها ترتیبش این است که اول از دل شروع میکند بعد به چشم میرسد. در سوره مبارکه بنده اولی است: ما کذب الفؤاد ما رأی، دل اون چه را دید دروغ نگفت. بعد از چند آیه دارد: ما زاغ البصر و ما طغى. خب دل میبیند، چشم میبیند، اول دل میبیند بعد چشم میبیند. اینا ظواهر قرآنی دیگه. برای ما دیدن دل مطرح نیست، فهمیدن عقل مطرح است. منتها اول چشم و گوش ما فعال هستند، میشنویم، میگوییم، مطالعه میکنیم، میبینیم، بعد میفهمیم. اونجا به حسب ترتیب اول شهود دل بود، بعد شهود بصر. مطلب بعدی آن است که در پس حضرت با این شؤون ششگانه سفر کردند و هر کاری را با شأنی از این شؤون انجام دادند. اطلاقات و عمومات لفظی اینها بیش از ظهور چیزی دیگری نیست. حالا البته یک چیزی متواتر بود، سندن قطعی بود، یعنی متواتر بود یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعی بود، این سند میشه قطعی یک. جهت صدور هم باید قطعی باشد، احتمال تغییر و مانند آن نباشد دو، متن هم قطعی باشد، نص باشد، نه ظاهر سه، از چنین روایتی ما قطع پیدا میکنیم. وگرنه اگر سند ظنی بود یا سند قطعی بود، جهت صدور ظنی بود یا سند و جهت صدور قطعی بودن، دلالت به اطلاق یا عموم بود میشه ظنی. با مذنه هم جذب پیدا کردن مشکل است، یه کار عملی نیست. فقه با همه این اطلاقات و عمومات و ظواهر پیش میره. ما که باید عمل بکنیم، وظیفه ما عمل کردن است. اگرم شک داشته باشیم عمل رو باید بکنیم. اما تو مطالب علمی دیگه در اختیار ما نیست. این دل در اختیار کسی نیست. اگر مبادی حاصل شد علم پیدا میشه، اگر اون مبادی و ادله حاصل نشد علم پیدا نمیشه. علم امر تعبدی نیست که ما بگویم چون خبر واحد اقامه شد چه ما علم پیدا کنیم.
مستحضرید، شما تو اصول اینا را گذروندید که اگر یه روایتی به دست ما برسد ما بخواهیم از این روایت یک مطلبی رو بفهمیم و به او استناد کنیم تو مسائل فقهی، کارهای فراوانی رو انجام بدیم. اون کارهای فراوان میتواند مشکل فقه و اصول ما را حل کنه، اما مشکلات اعتقادی ما را شاید نتونه حل کنه. ما درباره تک تک این افراد مثلا 10 راوی هستن بین ما تا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یا بیشتر، درباره تک تک اینها که این یه روایتی که مثلا 10 جمله است، 10 نفر راوی این روایت 10 جمله ای رو نقل کردن. درباره تک تک اینها باز اصول عقلای فراوانی را جاری کنیم. یک، درباره تک تک این کلمات اصول لفظی را اجرا کنیم. دو، اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقیصه، این اصول را مرتب ما باید اجرا کنیم، برای اینکه چون اینها عادل یا موثقن اون تعمد کذبشون برطرف شده است. اما درباره تک تک این جمله ها ما احتمال کم، احتمال زیاد، سهو، خطا، غفلت، تقدیم، تأخیر، ترک موالات، حذف کردن، اضافه کردن، درباره همه این جمله ها می اومد. شما 10، 10، 10، 100 به توان هر کدام از اینها درباره تک تک این جمله، این جمله روایتی که مثلا 10 جمله است، درباره تک تک این کلمات احتمال سهو میدید، احتمال زیاده میدید، احتمال نقیصه میدید، اختلاف قرائت میدید که اینجور قرائت شده یا اونجور قرائت شده. همه اینها با اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقیصه حل میکنید. اگر یه خودکار بگیرید و یه دفتر، میبینید یه روایت با انباری از اصول باید پشتیبانی بشه تا حل بشه، که انباری از اصول میخواد که شما بخواد یه روایت تثبیت کنید. منتها حالا که همه اینها سریعا میگذرد میگیم که شما وثق نقل کرده کافی است. درباره تک تک اینها همه این اصول با جاری بشه، چون که درباره تک تک این راویا همه این اصول با جاری بشه. خب چیزی که پشتوانش یه انباری از اصول است، این که یقین آور نیست، یقینم به دست ما نیست. یقین مبادی میخواد، یه مقدمات میخواد، صغرا و کبرا میخواد، اگر حاصل شد که حاصل میشه، اگر حاصل نشده حاصل نمیشه. اون عمل است که به دست ماست. وقتی فرمودن ازا شککت بین سلاس و الاربع فبن علال اربع، میگیم سمعن و طاعت، باید عمل بکنیم. با اینکه شک داریم وجدانن، موارد دیگر هم به شرح ایزن، اما مسائل اعتقادی، مسائل علمی دست کسی نیست تا مبادی علمی حاصل نشین. منتها ما موظفیم که راه های تحقیق هم طی کنیم، نگه ما شک داریم. خب شک داریم، اون شک قبل الفحص اعتباری بهش نیست. شما اگه فحص بکنید، از این چند سال درس بکنه، فحص بکنه، جدیت بکنه، پژوهش بکنه، خیلی از این شکوک برش حل میشه. الان اگه ثابت شد که وجود مبارک انسان و کامل پیغمبر صلی الله علیه وسلم با این جهاد ششگانه این سفر رو طی کرده، آدم به حسب ظاهر میاد کمبودی نداره. هر کاری که شده با شأنی از این شئون ششگانه شده، مسجد الحرام بود، مسجد اقصا بود، اینجاها کار بدنیست با بدن. انبیا را دیده، انبیا به اون حضرت اقتدا کردن، نماز جماعت برگزار شده، حضرت امام جماعت انبیا شده. این با بدن نبود، برای که اونها رحلت کرده بودن، اینا با تمثلات برزخی حل بشه. یعنی برای هم اونها متمثل شدن و هم برای حضرت متمثل شد، بنابرای اینها رو با سفر مثالی حل کردن. اون جایی که کذب ما کذب الفؤاد و ما را، درباره خود ذات اقدس اله هست، خب اونها رو با شهود قلبی ادراک بکنن. همون بیان نورانی از دامین که فرمود ما کنت اعبد ربن لم ارى، اون بخش چهارم از بخش های چهارگانه که مرحوم امیرالاسلام در تلعه بحث نقل کردیم، فرمود روایت 4 طایفه است، طایفه چهارم هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه تردش کنیم. این روایاتی است که درباره مشاهده ذات اقدس اله است، دیدن خداست. البته اون با توجیه بشه، تعویل بشه، نه ترد. و اون است که شهود قلبی است نه شهود بصری، با چشم خدا را نمی‌بینند. ذات اقدس اله را لا تدرک الابصار و مشاهده العیون،
بل تدرک القلوب به حقاق ایمان، که طایف شهارمی که برهم امین الاسلام نقل کردن اینه. مطلعی بردیان است که اسرا متعدد بود، معراج متعدد بود و برخی از آیات را در سفر اول دیدن یک، برخی از آیات در سفر دوم دیدن دو، برخی از آیات الهی را در هر دو سفر دیدن سه، و برخی از برکات معراج همون نماز است، که چون نماز سوغات معراج است، چون که یکی از برکات معراج وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه است، که پیغمبر میفرمود هر وقت من بوی بهشت میخوام ما دخترم را میبوسم، برای اینکه وقتی بهشت رفتم اونجا فاکهه میوه سیبی به من دادن، من او رو تناول کردم، وقتی که آمدم اینجا اون میوه بهشتی نطفه شد و شده فاطمه. خب میدونید بخشی از اینها به تمثل برمیگرده، بخشی از اینها به تجسم و بدن برمیگرده. فرمود من هر وقتی بخوام بوی بهشت را بشنوم دخترم را میبویم. اینا از برکات میزود. شما اگه فراغتی داشتید انشاءالله در باره روایات معراج بحث بکنید، نه تنها ضرر نکردید بلکه حد اکثر فایده را میبرید. بخش از این روایات مربوط به اسراست که در همین سوره است. بخش از این روایات ذیل سوره و نجم اذا هواست. از مجموع این روایات شما بینید که چی در میاد. هیچ جا برای انکار نیست. یعنی شش کار شما میبینید. وجود مبارک حضرت هم شش شأن دارد، شش جهت دارد، هر کدام رو با شأنی انجام میدهد. نجا برای استبعاد است، نجا برای استحاله است. در زیل آیه مبارک صاد و القرآن ذکر اونجا آمدد از حضرت سوال کرده صاد چیست؟ فرمود نهریست در بهشت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در معراج از اون نهر وضوع گرفت و نماز گزارد. خب این قابل قبول هم هست، جا برای این کار نیست. غرض این است که اگر کار بدنی بود حضرت بدن داشت، اگر کار به تمثل برزخی بود حضرت داشت، اگر به ادراکات عقلی بود حضرت داشت، اگر به مشاهدات قلبی بود حضرت داشت، اگر محصول قرب نوافل است حضرت داشت، اگر معلول قرب فرائض است حضرت داشت. اگر ما بخشای اسراء و معراج را در شش فصل خلاصه کنیم، وجود مبارک حضرت دارای جهاد و شؤون ششگانه بودن، هر کدام رو با او مثل که الان ما اینجا نشستیم حرف میزنیم، یه بخشش مربوط به بدن ماست درسته، یه بخش مربوط به عقل و عاقله و که مرد مجرد است، اینم درست، اینم یه مرد. مطلب دیگه این که از نظر معرفت شناسی ضعیفترین مرحله معرفت، معرفت تجربی است، بعد مرحله ریاضی، بعد مرحله فلسفی، بعد مرحله عرفانی، عرفان نظری، بعد مرحله عرفان شهودی. اینا 5-6 مرحله معرفت شناسی است. ولی سلطان معارف وحی انبیا و اوزیاست. اون در ردیف اینها نیست البته. اون سایفکن بر همه ایناست. چون اون معصوم است. متن واقع را میبیند. هیچ خطایی در اون نیست. سهمی در اون نیست. اسیانی در اون نیست. اسیانی در اون نیست. کم و زیادی در اون نیست. مرندان. سلطان معارف اونهاست. اونایی که اهل معرفتن، یعنی با شهود قلبی چیز میبینن، اونها ترازو میخوان، چون مستحضری. ما که با علوم حصولی سر و کار داریم، یعنی ما حوزویان و دانشگاهی ها که با علوم حصولی سر و کار داریم، مطالب نظری و پیچیده را با مطالب بدیهی حل میکنیم، چه در علوم عقلی چه در علوم نقلی. اون مبادی روشن و شفاف میشه اصل، اون مسائل نظری و پیچیده میشه فرع، اونها رو با این مسائل بدیهی حل میکنیم، نظری رو با بدیهی حل میکنیم. این ابزار کار ما حوزویان و دانشگاهیان است. اما اونا که اهل کشف و شهودن که مسئله تصور و تصدیق نیست، چون تصور و تصدیق همه اینا از اقسام علم حصولی هست. علم حصولی یا تصور یا تصدیق، قضیه و قیاس و منطق اینا همه تو علم حصولی است. تو علم شهودی که با واقعیت سر و کار دارن سخن از قضیه نیست. اونا هم میگوین ما کشف و شهود نظری داریم که مال عرفای عادی است، یه کشف و شهود بدیهی داریم که علوم وحیانی انبیا و اهل ائمه علیهم السلام است. ماها کشف و شهودمون که نظری به پیچیده به نسیان پذیر و سهو پذیر و خطا پذیر است، باید به کشف شهود بدیهی ختم بشود که معصوم است. اگر در علوم حصولی نظری به بدیهی ختم شود وگرنه مقبول نیست،
در کشف و شهود هم اگر به کشف و شهود معصوم و اهل بیت علیه السلام نرسد خطا پذیر است و قابل قبول نیست، زیرا کسی که غیر معصوم است به معصوم تکیه کند. این حرف همون بزرگان اهل معرفت است. این هم یه مطلب. اونا ممکن است در کتاب‌های فنیشون یه توجیهاتی داشته باشند، ولی تو کتاب‌های تفسیری خیلی نرم سخن میگویند برابر با ظاهر آیات است. این هم یه مطلب. اگر یه وقتی هم در کتاب تفسیر یه مطالب تعبیری داشتن، در همون اول کتاب میگوین که ای خواننده بدان ما مفسر نیستیم، و اگر اینها رو شما به حساب تفسیر تلقی کنید یا ما به حساب تفسیر تلقی کنیم مشمول من فسر القرآن به رأیه میشود. اینها اون نیست. این جناب مولا عبدالرزاق کاشانی این دو جلد کتاب دارد به نام تعویلات. این چون خیلی عرفان غلیظه است این رو به نام ابن عربی چاپ کردن، در حالی که مال ابن عربی نیست، مال همین مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی است. ایشون در اولش میگه مبادا خیال کنید اینها تفسیره، اگر اینها رو کسی تفسیر بدونه مشغول من تفسیر القرآن به رأیه فقط کفر میشه. ما اینا که تفسیر نیست، اینا که تفسیر نیست، تفسیر نیست، اینا یه برداشت های تعویل گونه است. میگید نه نباشه، ولی تفسیر نیست. اگر میبینید ما میگیم اذهب الى فرعون انه طغى، یه برداشتی داریم میگیم که برو به طرف نفس اماره، این نفس اماره فرعون درونی توست داره طغیان میکند، این رو رام بکن، این معنای آیه نیست. اگر این باشد که میشه من فسر القرآن برایه فقط کفر. این تصریح جناب مولا عبدالرزاق کاشانی در مقدمه تعویلات شونه. میگن یه همچه برداشت ما داریم، میگیم نه، میگید نه نمی کنیم، ولی این تفسیر نیست. نمیگیم قرآن ای رو گفته، پیغمبر ای رو گفته، خدای رو گفته، خدا فرموده اذهب الی فرعون انه طغى، ولی ما میگیم در درون ما هم یه فرعونی است که باید به طرف او بریم و هدایت کنیم. به این رو هرگز به حساب قرآن هم نمیاریم که بگیم این تفسیر قرآن. این حرف جناب مولا عبدالرزاق کاشانی است در تلیعه همین تعویلات شد. مثل بعدی آن است که ضعیفترین معرفت مرحله معرفت های معرفت تجربی است، برای اینکه این پاش به جای بند نیست. اون تجربه‌ای که در منطق گفتن که با استقرار فرق دارد، اون به قیاس خفی برمیگرده، اون یک برهان عقلی پشتوانه اوست. اما این تجربه‌ای که در علوم تجربی معروف است، این به حس و تجربه برمیگرده که محصول این تجربه همون استقرار است. اینا دو گروه هم. یک گروه هم که هستی را مسابقه با ماده میدونن، میگن کل موجود مادی، قهرن اکسنقیدش این است که ما لیسه به مادی لیسه به موجود، اگر چیزی مادی نبود موجود نیست، ماده نداشت وجود ندارد، قهرن جهان سراسرش میشه ماده، به ماورای ماده، ماورای طبیعت، یعنی وحی و عصمت و ولایت و نبوت و ربوبیت و اینها همه معاذ الله میشه فسون و فسانه. این که میگن افیون است و افسانه است برای همینه، چون موجود باید مادی باشه و اگر چیزی ماده نداشت افیون و افسانه است. این برداشت کسی که مادی فکر میکنه. اما اونا که میگن الموجود علی قسمین، مادی یا مجرد، اونا الهی هم قهرن. معرفت هم دو قسم است، یه معرفت حسی داری یه معرفت غیر حسی. اونها میگوین پشتوانه معرفت حسی معرفت غیر حسی، یعنی مبادی غیر حسی پشتوانه معرفت است. اگر کسی ابزارش هم علوم تجربی باشد، در علوم تجربی هیچ راهی برای نفی نیست، فقط اثبات میکند. یعنی تا اون چرا که ما تا کنون آزمودیم این است که آتش میسوزونه، آبم روان است، اما آتش بشه گلستان رو ما کجا دیدیم؟ چون ندیدیم این ناچار است بگوید معاذ الله یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم فسون است و فسانه. چون ندید که آب جامون جمعید بشود بیستد مثل سنگ جد میخوب بشه، میگه فضر بسا کل بحره و هم طریقن تل بحره یه بسا، این فسون است و فسانه. او چون ندید که یک مرده با یک ندای زنده بشه، استحیی الموتا به اذنی، میگه معجزات فسون است و فسانه. اینا رو ندید که. سرش اینه که او فقط طبیعت را دید، ماورای طبیعت را ندید. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چون اونها را ندید و در حوزه طبیعت اینها بی سابقه است، ناچار انکار بکنه. میگه مگر جسم میشه با سرعت نور بره سماوات؟ خب شما اون چرا که علم تجربی به ما میآموزد آن است که این موضوع با حفظ همه شرایط،
این محمول با حفظ همه شرایط بینشون رابطه است. اما دستی از غیب برون آرد و کار بکند، چیزی بیفزاید، چیزی از اون بکاهد، یعنی که ندید که این موضوع با این شرایط این اثر را دارد، همه ما هم قبول داریم. اما اگر چیزی دیگری از خارج زمینه این موضوع بشه یا از این موضوع بکاهد، دیگه اثر را نداره دیگه. این میشه کونی بردن به سلامو. معجزه معناش همینه، از خارج اضافه میشه، از داخل کم میشه. علوم تجربی هرگز راه نفی ندارد. یعنی بگوید که هیچ عاملی در عالم برای درمان بیمار نیست الا دارو. یا کجا میتونه؟ یه وقت از وجود مبارک عیسی مسیح با اون دمی که دارد یک یا الله میگوید ابرس و اعما درمان میشود. یه انسان مستجاب و دعوی با یه حمد بیمار سرطانی رو درمان میکند. ام له من نذیر. حمد در او شفا هست. این رو کجا عالم تجربی دید تا بتواند نفی کند؟ این قدرت نفی دارد، این قدرت اثبات. ضعیفترین معرفت های معرفت علم تجربی است، چون هیچ یقین درش نیست یا بسیار کم است. اون چم که ثابت شده نظیر از سوزوندن آتش دیگه. دیگه از سوزوندن آتش و روان بودن آب شما شفافتر چی میخوایید؟ جلوی هر دارم خدا گرفته. اگر جلوی روان بودن آب را گرفته، جلوی سوزندن آتش را گرفته، مرده را زنده کرده، زنده را به امر خودش اماته کرده، از کجا از شفافتر از اینا دیگه شما چی میرید؟ اونو چون ابزار ندارن ناچارن بگوین اینا افسانه است و فسون و فساد. از این بالاتر معرفت ریاضی است. اینی که خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو. این تو منیه دارد که طلبه یه مقدار ریاضی باید بخونه تا فکرش از این بنای عقلا و لغت و فهم عرف یه قدی بالاتر بیاد. دیار یقینیات رو بفهمه، بفهمه یقین کجاست، کجا پیداش میشه کرد، آدرس قطعیات و یقینیات و جزمیات کجاست. تو این بنای عقلا و اعتباریات و عرفیات و معاملات ادبی که یقین و جزمی بپیدانه میشه، حتما طلبه یه مقدار باید ریاضی بخونه، این مطالب رو جدا کنه، یک، دو، سه، چهار، این صفحه پنج مطلب داشت، چهار مطلب داشت، پشتوانه این چهار مطلب، چهار برهان تا بشه ملا. بعد از ریاضیات فلسفه است، بعد از او عرفان نظری است، بعد از او عرفان شهودی است و سلطان همه معارف وحیه. و چی میتونه در برابر وحی مقاومت بکنه؟ از گذشته خبر میده، از آینده خبر میده، از درون خبر میده، از بیرون خبر میده، این و معصومانه خبر میده و جازوانه خبر میده، به طور جزم خبر میده. این میشه وحی. همین عقل بیش از هر نیروی دیگری برهان قامه کرده که ما هیچ چاره‌ای نداریم مگر اینکه پیغمبر داشته باشیم، امام داشته باشیم، ما را هدایت کنه. چون عقل میگوید من میفهمم از راه دور آمدم، کجا بود نمیدانم، به راه دور میروم، کجا میروم نمیدانم، یه راهنما میخوام. اینقدر هست که من عقل میفهمم انسان با مردن از پوست به در میاد، نه بپوسه. بعد از مرگ خبری هست، اما چی هست من نمیدونم. چه کسی باید باشه؟ مهمترین، قویترین، متقنترین دلیل ضرورت وحی و نبوت را همین حکما اقامه کرده که ما حتما از راه دور آمدیم چون مجردیم، حتما به راه دور میرویم چون مجردیم، هرگز نمیپوسیم، هرگز از بین نمی رویم، هرگز تاریخ ما رو فراموش نمی کنه، تاریخ مصرف ما نمی گذرد، ما ایم و ابدیت ما. کجا می رویم نمی دونیم، چه می شود نمی دونیم، یکی سیباد باشه راه نمای ما باشه. خب بنابراین علوم تجربی قدرت اون را ندارد که در برابر معجزه و کرامت و اینها انکار کند، چون کار علوم تجربی فقط در محدوده اثبات است که این موضوع با حفظ این شرایط دارای این محمول است. خب بله خب بله، اون که در قوس سعود است وحی درجاتی دارد، همونطوری که نبوت مراتبی دارد، رسالت مراتبی دارد. تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض یک، فضلنا بعض نبیین علا بعض دو. اگر این چنین است رب زدنی رب زدنی رب زدنی در قوس صعود البته، اما در قوس نزول چون صادر اول است هر چه را باید بداند به او اعطا کرده است. در قوس صعود البته این طور است که یکی پس از دیگری کمالات ظهور می‌کند.
اما همش معصومانه است بدون کمترین ابهام. بنابراین اگر جریان مطلب دیگه این که جریان اسراء یه جریان قضیتون فی واقعه نیست، از وجود بارک از دبیر مفصل نقل شد یک، از سایر اهل ائمه علیهم السلام نقل شد دو، از اصحاب پیغمبر نقل شد سه، از زنان پیغمبر نقل شد چهار، به طوری که شده متواتر که مما لا ریب فیه است. منتها جریان اسراء از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا شفافتر است، از مسجد الاقصا تا دنافت دلا مثل مسجد الاقصا تا مسجد الحرام تا مسجد الاقصا اینجور شفاف نیست. اونجا دارد براق آوردن یک، رو پر جبرئیل حضرت سوار شدن دو، نردبانی از قدس اون صخره عظیم تا آسمان پهن کردن نصب کردن سه. اینو باید معنا بشه. روایات معراج که شما ملاحظه فرمایید با روایت اسراء یکسان نیست. هر اندازه که انسان مطلبی را یافت با شأنی از شؤون ششگانه حضرت حل می‌کند. سخنانی هم که در اونجا رد و بدل شد ذات اقدس اله مطالبی را وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود همش به عنوان یا احمد یا احمد یا احمد است. این گفته می‌شود الذی سمی فی السماء به احمد به فعل عرزینه به عبل قاسم محمد صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم ناظر به همین است. اونجا یا احمد یا احمد مطرح است. اون معراجیه که ذات اقدس اله به پیامبر آموخت یا احمد اینجور باش و احمد یا احمد یا احمد، اونجا سخن از یا احمد است. و وجود مبارک عیسی مسیح که بر رفع او الیه، او وقتی که بخواهد از وجود مبارک پیامبر سخن بگوید از اسم آسمانی او سخن میگوید، مبشرن برسون یعطی من بعد اسمه احمد، این همون اسمه فی السما. در اونجا همش یا احمد است. در اینجا گرچه ما نام مبارک اون حضرت را به همین نام معروف ببریم، ولی ذات اقدس اله برای تکریم اون حضرت نام حضرت را در قرآن به این سمت نبرده، به این عنوان. درباره انبیاء دیگه یا داوود یا ابراهیم یا موسی یا عیسی اینها آمده، به درباره حضرت یا ایها النبی یا ایها الرسول با این القاب تکریمی آمده. فقط یه جا اگه نام مبارک حضرت هست اون خطاب الهی نیست که فرمود اون حضرت ابا احد من رجالکم نیست لکن رسول الله، نام حضرت را خطاب بکنه بگه یا فلان در قرآن نیست، برخلاف انبیاء دیگه که نام اونها را با همون اسامی معهود و معروفش میبره. مسئله بعدی آن است که جناب فخرالدین تلاش و کوشش زیادی کرده است برابر اون هیئت قدیم، هیئت بطلمیوسی که اصل و فرعش باطل شده است، این را حل کند. البته مستحضرید این هیئتی که از به نام هیئت بطلمیوسی است، این وسط های مقدار آسیب دید، وگرنه اقدمین این رو تو ریاضیات حل میکردن، یعنی کیهانشناسی، نجومشناسی، آسمانشناسی را تو ریاضیات حل میکردن، نه تو طبیعیات. از قدما تا زمان متأخرین اینها شده جز طبیعیات، یعنی اون اقدمین مدار رسم میکردن، نه فلک. مدار میشه بحث ریاضی، فلک میشه بحث طبیعی. اون چیزی که اقدمین میگفتن جسم نبود، فلک نبود، پوسیفیازی نبود، سوال از قرقلتیام نبود، همون ترسیمی که میکردن اون مدارات را، رفت رفته اون ترسیم مدارات به صورت تجسیم در آمده از فن شریف ریاضی به فن نازل طبیعی تنزل کرده، به 2000 سال همینجور مونده بود، کسی کار نمیکرد روی. نه اینی که 2000 سال این مردم را نگه داشت، 2000 سال مردم سر به آسمون نبردن ببینن به این که آسمون چه خبره. بعدها که فهمیدن آسمون چه خبره، دیدن سخن از توست پیاز و جرم و جسم و فلک و امثال ذالک نیست، به حرف اقدمین رسیدن که اینجا مدارات است نه افلاک، اینجا رسوم هندسی است نه اجسام طبیعی. این تلاش و کوشش فراوانی که جناب فخرالدین کرده این یه سعی عاطلی است. اما در جریان این که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه ذات اقدس اله فرمود و کذالک نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، دیگه حرف من نیاورد علامت تبعیض باشد، ولی درباره وجود مبارک پیامبر فرمود نوریه من آیاتنا
اینجا فرمود من با تبعیض ذکر کرد، اونجا با تبعیض ذکر نکرد، آیا معراج و شهود ملکوت ابراهیم افضل است یا نه، برتر است یا نه؟ این رو پاسخ میدن که اونجا ملکوت سماوات است، اینجا آیات الهی است، این آیات الهی هر چند بعض باشد برتر از اون ملکوت سماوات و الارض است. اما ولسه ینبقی ان یغادی است که در اینجا در سوره اسراء فرمود سبحان الذی اسرا با عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا لنریه من آیاتنا، بعضی از آیات نشون بدیم، نه یعنی مجموعه سفر برای بعضی آیات است، اسراء برای بعضی آیات است، معراج برای بعضی دیگر است. بهرن مجموعه آیات را او دیده، اونجا هم فرمود به این که ما او را بردیم دنافت دلا اون کارهای شد لقد رعا من آیات ربه الکبرا، بخش از آیات کبرا را اونجا دید، بخش از آیات الهی را اینجا دید، مجموعا همه آیات دید. آخه بیان چیه؟ قبلا نفرمود تا ما او را بیان بکنی. این چون ظاهرش تبعیض است، دو تا تبعیض بشه اون کور. اگر این است بنابراین نمیشه گفت که اصل معراج بعضی آیات دید. خیر، بعضی آیات تو اسراء دید، بعضی آیات تو معراج دید و جمعا اینها حل خواهد شد. مطلب دیگه این که گاهی ممکن است گفته بشود عرفا تجاربی دارند و مشاهداتی دارند سودمند است، همونطوری که نمیشود گفت حسبنا کتاب الله، نمیشود گفت حسبنا و نمیشود گفت حسبنا کتاب الله از اعتراض و از روایات اهل بیت سلام الله علیهم بنیازیم، نمیشود گفت حسبنا کتاب الله ان تجربت العرفا، نخیر تجربه عرفا را هم باید گرفت. اما خب این سخن ناسواب است. در سر بسلان حسبنا کتاب الله، برای اینکه کتاب الله یه معادلی داره که قرآن ناطق است، نمیشود گفت که کتاب الله برای ما کافی است، به اعتراف معصومین که همتای قرآن و همسان قرآنن از اونا بی‌نیازیم. اما یکی کسی گفت حسبنا کتاب الله از حرفای دیگران حرفاشون ترازو میخواد، اینا که معصوم نیستن، اینا که عدل قرآن نیستن، اینا که همتای قرآن نیستن، همپای قرآن نیستن، همسان قرآن نیستن. در جریان اعتراف طاهرین ما چه بفهمیم که نفهمیم، میگیم آمنا و صدقنا، یعنی که خوشیانه یقین داریم، میگیم این همون قرآن دیگه، هیچ فرقی ندارد. اگر کسی خدمت معصوم سلام الله علیه نشسته مثل زراره و هیچ واسطه هم در کار نیست، مجلس هم مجلس تقیه نیست، یه بیان نورانی وجود مبارک امام صادق فرماید، این مثل آیه است دیگه، چه فرق میکنه؟ اگر معاذالله معصوم از خودش میگوید، یا معاذالله معصوم مثل شیخ طوسی و شیخ مفید است که اجتهاد کند و با ضرور حرف بزنند، اینم رو وحی الهی است دیگر. حالا یا الهامات ذات اقدس الله است یا از وجود مبارک پیغمبر به اینها رسیده است. اینا همشون در معارف دینی در علوم وحیانی ما ینطقو عن الهوای هم دیگر. وقت اگر کسی بگوید حسبنا کتاب الله، یعنی حرف خدا را ما از زبان قرآن قبول داریم، از زبان دیگر معاذالله قبول نداریم، خب میشه ناقص. ولی اگر کسی بگوید حسبنا کتاب الله و الاعتراف، کتاب خدا و اعتراف، حرفای دیگران نه ما قبول نداریم، این محضوری پیش نمیاد. نه، دیگران دو جور حرف میزنن. ائمه علیهم السلام هم دو جور حرف میزنن. ائمه علیهم السلام یه وقتی به عنوان معلم هم شاهد اقامه میکنن، دلیل اقامه میکنن، مثل این که فرمان این مسح بعض سر کافی است. چرا؟ برای اینکه اینجا با داره دیگه، فمول مکان البا، خب این دارد یاد میداد به ما، اینجا دیگه تعبد در کار نیست. اما همه امام میفهمد بگه نماز صبح رو باید بلند بخونیم، میگیم چشم، هیچم نمیفهمیم چرا. فرمایش امام دو قسم است، یه وقتی به عنوان یعلمهم الکتاب و الحکمه است، خب این معلم هم دیگه، اینجا دیگه تعبد نیست. یه وقت است که نه، سخن از یاد دادن نیست، میفهمد اینجور است، میگیم چشم. اما علمای دیگر اینجور نیست. مثلا یه منجم وقتی ما رو بره کنار دوربین، میگه اونجا رو نگاه کن، ماه قوسش به این سمت است، به سمت افق است، تو اونجا رو نگاه کن میبینی، ما که رفتیم نگاه کردیم میبینیم، از اون متشکریم که اون ما رو یاد داد. یه وقت هست که نه، خودش میبینه میگه امشب اول ماه، میگیم به درد خودت میخوره، ما باید روزمون رو بگیریم رو حساب، تو حرف خودت رو برای خودت حجته.
ما به منجمی هم چه حرفی رو حق داریم بذاریم، امون صحبت امام معصوم که هم چه حرفی رو حق داریم که امام معصوم اونجا که معلم است، چه خوب معلمه، اونجا که معلم نیست، هر چه گفت سمعاً و طاعت. عرفا، حکما، منجمین، اینا دو سه فقها، اصولیین، اینا دو جوره. یه وقت از چیز یادمون میدن، خب به علم یادمون دادن، یاد گرفتیم. وقتی میگه من نظرم اینه، میگیم نظر شما برای خودتون جده. اگر منجمین گفتن که امروز اول ماه هست، میگیم به درد خودت بخوره، به درد ما نمیخوره. اما اگه همین منجم دست ما رو گرفته، کنار دوربین برده، گفته نگاه کن اونجا افق است، اون ماه، اینجا دیگه ما به منجم اعتماد نکردیم، به معلم اعتماد کردیم، چیزی از او یاد گرفتیم. بنابراین اگر دیگران تجربه دینی دارن، اگر ما معلم ما شدن، چیزی آموختن، ما یاد گرفتیم، خب فیضی است. وگرنه حرف اونها برای خود اونها معتبر است و برای دیگران سودمند است. الحمد لله رب العالمين.